بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع بحران سوریه و اون مصاحبه‌ای که من داشتم که به صورت تقطیعی شده مورد استفاده شبکه‌های مختلف قرار گرفت و از اون برم به واپسان و عناصر معمول‌هایی که همیشه آماده تحریک هستن شروع به تهدید کردن، گفتن بعضی از بسیجی‌ها و از ما تحت عنوان حامیان حرم شروع کردن به تومار پر کردن برای دستگیری بنده، بعضی بالاتر رفتن تومار برای اعدام بنده. عزیزی از همسران شهدای گرامی جنگ زنگ زد که خیلی متأثر بود که ای کاش شما اصلا به طبابت مشغول شدید نه به سیاست. برادر عزیزم زنگ زد، گوشی رو که برداشتم بسیار عصبانی یک مجموعه فحش نثار کرد و تلفن رو قطع کرد. عزیز دیگه این زنگ زد گفت مگه تو نمیدونی سوریه ناموس این هاست، خط قرمز این هاست. باز دوباره عزیز دیگری گفت قاسم سلیمانی برای ما نامون برخره هم تو خط قرمز است. و از این حرف ها زیاد بود، اما 28 دقیقه مصاحبه تحلیلی بود برای مسئله جنگ سوریه. یک مناظره اینجا داشتیم یا گفتگویی داشتیم با آقای شمس الواعظی در باره بحران سوریه و مسئله ژئوپلیتیک سوریه. تمام اون مطالبی که در اون در واقع میزگرد یا مناظره یا در این مصاحبه صحبت شده کلمه به کلمه با مطالعه دقیق و بجا بوده و بایستی بهش عمل بشه اگر میخواییم از بحران سوریه پیروز و سربلند بیرون بیایم. باز هم عرض میکنم بعضی ها اومدن شیطنت کردن، میگوین حمایت از داعش نخیر، داعش تفکری منحط تکفیری و جنایتکار است و قطعاً هیچ آدم عاقلی در دنیا از چنین جنایتکارانی حمایت نمی‌کنه و قطعاً مصاحبه برای راهکاری بود برای پیروزی ملت ایران، ملت سوریه، ملت عراق و بقیه کشورهای اسلامی که درگیر این جنایتکاران هستند و نابودی داعش و تفکر تکفیری اونها. اما قصه‌ای که نقل شده گفتند باز هم تکرار می کنم همون گونه که در 2011 بهار عربی کشورهای مختلفی رو در نوردید و بن علی ساکش رو برداشت رفت عربستان و مردم تونس آزاد شدند و به یک انتخاباتی رسیدند و قذافی کشته شد و در قصابی به نمایش همگانی گذاشته شد و مردم لیبی به هر حال به دولت منتخب خودشون رسیدند. مصر با سرنگونی مبارک مردم به انتخابات رسیدند و حالا درسته که باز نظامیان نفوذ دارند، اما در تمام این کشورها یا از سقوط طالبان یا سقوط صدام ما ضرر نکردیم و روابطمون با این کشورها بهتر از قبل است. در تمام این کشورهایی که با بهار عربی یا با مداخله ناتو طالبان سرنگون شد و صدام سرنگون شد. در سوریه هم شاخه دوم حزب بعث افلقی، حزب بعث میشه افلق که یک شاخه از شاخه صدام حسین بود که به نوعی با کودتا در عراق روی کار آمد، یک شاخه از شاخه حافظ اسد بود که با کودتا در سوریه روی کار آمد و یک رژیم موروثی مادام العمر اما در قالب جمهوریت بر مردم سوریه تحمیل کرد. طبیعتا ما با عنوان کشور انقلابی نمیتوانیم حامی دیکتاتورها و رژیمهای موروثی و مادام العمر باشیم و بشار اسد نیز یک بعثی بود و طبیعتا نمیتونیم ادعا کنیم حکومت دموکراتیکی رو اونجا برقرار کرده بود و حمایت ما از همچین حکومتی تفاوتی با حمایت استعمار، چه استعمار پیر چه استعمار جدید آمریکا که از
سلاطین و شاهان قاصد و فاسد حمایت میکنه و منافع خودشو در حکومت‌های پادشاهی میدید، فرقی با اونها نمی‌کنیم. ما بایستی به خواست مردم سوریه تن میدادیم. آغازش بهار عربی بود، آغازش داعشی وجود نداشت. دخالت ما برای دفاع از بشار اسد، نگیم دفاع از حرم، در رکاب پیامبر در جنگ بدر کسی رفت خوب شمشیر زد و کشته شد. پیامبر فرمودن شهید راه حمار شد، به دنبال اون مرکب خوب طرف مقابل بود. و من میخوام بگم ندیم شهید راه بشار بشیم. اگر برای حرم میخواییم دفاع کنیم، در حرم چه میکنیم؟ اگر برای حرم بود میگذاشتیم بشار برود و یک دولت دموکراتیک بیاید و ما قطعا با اون دولت رابطه‌مون بهتر از امروز هم میشد. با نفتی که داریم رایگان در اختیار میگذاریم، بودجه‌ای که شما در سوریه مصرف کردید به هر دولتی میدادید سینه‌خیز میامد و دست شما را که هیچ، پای شما را هم میبوسید. نظام اینها رو خودمون رو فریب ندیم. جنگ سوریه که بیش از 1 میلیون کشته داشته یک جنایت بشری است و باید زودتر تموم بشه. همین امروز هم اگر ما به سمت وحدت برویم و با هماهنگی تمامی کسانی که درگیر هستن، آمریکا، روسیه، ترکیه و حتی اگر ما بتوانیم آتش جنگ رو در خلیج فارس شعله ور نکنیم که اونها بودجه بدن به داعش، این اتفاق نیفته، داعش رو میتونیم با یک وحدتی ظرف 72 ساعت در اونجا کارش رو تموم کنیم. اما خب این نظریه بود که ما میتوانیم با دیپلماسی فعال خود داعش رو تموم کنیم، کما اینکه میخواستن در 2014 با انتخابات بشار اسد برود و جانشین او بیاید. این تفاهم شده بود، منتها آقایون باز دبه کردند. یک تئوری است به هر حال در زمان پیامبر در جنگ بدر وقتی که اومدن اردوگاه مسلمین رو برقرار کنند، حباب ابن منذر گفتش که اینجا خوب نیست، جمع کردن آمدن جلوی چاه‌های بدر. این حرف نظامی رو پیامبر پذیرفت، نگفت وا اسلاما. در جنگ خیبر هم همینطور جابجایی اردوگاه داشتن. در جنگ احد پیامبر گفت در مدینه دفاع کنیم، اصحاب گفتن نه ما میخوام بریم بیرون. خب بالاخره سابقه پیروزی داشتن، بهشون چسبیده بود. در بعد گفتن بریم پای کوههای احد و رفتن و شکست خوردن. اما وا اسلاما نگفتن. پیامبر هم نظر منتقدین و اصحاب رو پذیرفت. آیا قاسم سلیمانی از پیامبر بالاتر است؟ نکند بالاتر از خداست؟ نظری دارد آیا قاسم سلیمانی در حوزه جنگی ما داریم لعن میکنیم؟ این 5 سال با نظریه جنگی قاسم سلیمانی تا اینجا اومدیم، تمام منابع مالی و نظامی و شهدایی که تقدیم کردیم، جوانهای ایرانی، افغانی و سوری دارن در اونجا کشته میشن، برای چه؟ اگر می شود داعش رو مثل طالبان و مثل صدام نابود کرد و سر جای خودش نشوند، چرا این کار رو نکنیم؟ چرا ما منتظریم تا آمریکا و اسرائیل و عربستان و قطر داعش رو تجهیز کنه در برابر ما و ما مرتب جوانانمون رو بفرستیم و شهید بدیم؟ با یک دیپلماسی زیبا میتونیم این دشمن مشترک رو از میان برداریم. کلام من نه اصحای عدد به فرماندهان جنگیمون بوده، نه حمایت از داعش. راهکاری بود برای نابودی داعش و این که بگوییم آقای قاسم سلیمانی شما سوپرمن نیستی، بتمن نیستی، این شبه سازی هایی که کیهان میکنه تو رو فریب نده، به خطا رفتی. هر موقع جلوی ضرر رو بگیری منفعت و ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است. امروز اقدام کنیم برای پایان دادن به جنگ سوریه بهتر از فرداست. من بر این سیاست و موضع می ایستم، ادامه می دهم. آقای سلیمانی، اگر شما بر موضع غلط در این 5 سال که از نظر نظامی کاملا غلط است می خواهید بمانی، من شما را دعوت می کنم در صدا سیما در یک مناظره با تمام رفرنس ها و فکت هایی که بگوییم آیا شما درست عمل کردی یا این در مسیری که ما میگوییم.
اگر شما دخالت نمی کردید در سوریه از اون اول و بشار اسد جاشو میداد به یک جانشین دموکراتیک، داعش اصلا به وجود نمی آمد. داعشی نبود. تمام تندروهای کشورهای مختلف رو آمریکا، اسرائیل، عربستان و همپیمانان خودشون جمع کردن در این منطقه برای اینکه انتقامی از ما ببینن و باعث و بانی این اجتماع و این جنگ احزابی که بر علیه ما راه انداختن آقای سلیمانی شما بودید و شما رو به یک مناظره جدی در صدا سیما و هر جایی که خواستید، اگر نه بیایید در این سرای قلم با هم یک مناظره داشته باشیم ببینم پاسخی برای مطالب داریم. مردم رو با مارش عملیات، با اینکه بگوییم مدافعان حریم و حرم و این حرف ها مردم رو فریب ندهیم. مردم رو شهید راه بشار اسد نکنید. مردم بایستی برای اسلام حرکت کنند. من صلح حدیبیه پیامبر رو بسیار کاراتر میدانم از جنگ ها و قضاواتی که آن حضرت انجام دادن، کما اینکه در 2 سال بعد از صلح حدیبیه 20 برابر سالهای گذشته، تمام سالهای گذشته به اسلام گرویدند. من فکر میکنم آقای سلیمانی امروز اگر بیایید به یک مناظره و تصمیم جدی گرفته شود برای بقای اسلام، برای بقای انقلاب، برای بقای ایران عزیز، بهتر از فرداست. من شما را جدا به یک مناظره دعوت می‌کنم.